رهبران سیاسی غیر پشتون همه قدرت خود را از دست دادند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خبرگزاری اطلس می نویسد رهبران سیاسی غیر پشتون همه قدرت خود را از دست دادند. رهبران سیاسی غیر پشتون یعنی تاجک، هزاره و ازبک همه قدرت سخت و نرم خود را از دست دادند. هیچ چیزی برای مقابله با پشتون ها در چانته ندارد، چون همه امکانات سخت تسلیحاتی، نظامی و اقتصادی خود را به پشتون ها واگذار کردند. از طرف پشتوانه و مشروعیت مردمی هم ندارند، چون به علت فساد و بیبندوباری افسار گسیخته رهبران و اطرافیان مردم اعتماد خود را به آنها از دست دادند. در یک کلام، کرزی و اشرف غنی قدم به قدم با صبر و حوصله روی همه ایشان را سیاه و لجنمان کرده کنار گذاشتند و برادران خود را با همه ساز و برگ به قدرت رساندند. این در حال است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مرزهای کشور با همسایه ها غالبا پرتنش بوده است. طالبان تا این دم با 3 کشور همسایه، پاکستان، ترکمنستان و ایران، در مرزها تنش و درگیری داشتند. در این میان تنش مرزی با کشور ایران وارد چندمین دور خود شده و غوغای عمیقی را در داخل و خارج از کشور برانگیخته، تا آنجا که بعد درگیری مسلحانه در 2 سوی مرز نیز انجامیده است. در پیوند به بروز تنش مرزی میان مرزبانان طالبان و مرزبانان ایرانی، هر کسی از زن خود یار آن می شود و تبصره در پیوند به آن ارائه می دهد. گروه این تنش را به عوامل منطقه‌ای و جهانی، قرب و بعد طالبان با غرب و شرق نسبت می دهد. گروه دیگر آن را به بدمستی طالبان پس از تسلط بر افغانستان نسبت می دهند، چون بدون مزاحمت به قدرت دست یافتند. مقامات ایرانی بروز تنش را به ناآشنایی طالبان با اصول و قواعد مرزبانی نسبت می دهند. طالبان هم در این خصوص مهر سکوت بر لب زدند و موضع رسمی تا کنون ابراز نکرده و به گونه شفاف و رسا عوامل بروز تنش را بر نشمرده و در اختیار رسانه ها قرار ندادند. آنان نه بار گران تقصیر را بر دوش خود می گذارند و نه هم بر دوش مرزبانان ایرانی. و باور من بروز تنش مرزی میان طالبان و ایران بیش از آن که ریشه در منازعات منطقه‌ای و جهانی داشته باشد، ریشه در ناآشنایی طالبان با اصول و قواعد مرزبانی دارد. این را از تجربه خود میگوییم. دقیقا ریشه این تنش از مرز ناشناسی مرزبانان طالبان در مرزهای افغانستان آب میخورد. مرزبانی از خود آدابی دارد که مرزبانان طالبان مؤدب به این آداب نیستند. برای طالبان فعلا کسب مشروعیت از سوی دنیا در اولویت است، نه شعله ور ساختن آتش جنگ در مرزهای افغانستان. از این رو آمدانه آتش جنگ با همسایه ها را شعله ور نمی سازند. طالبان تشنکام کسب مشروعیت از سوی دنیا هستند و با خلق اختشاش با همسایه ها نمی خواهند این آرزو را دست نیافتنی سازند. مرز ناشناسی مرزبانان طالبان در مرزها است که منجر به خلق تنش می شود. 24 عقرب سال گذشته بود که عزم سفر به ایران را داشتیم. از ایستگاه مسافربری مشهد در ولایت هرات بر موتور سوار می شدیم که 3 زن هم در آن نشسته و می خواستند آزمیران شوند. هر 3 محرم ندارند. یکی کهنسال است و بقیه میان سال. راننده از قبل زنها را انداز می دهد که اگر طالبان از نداشتن محرم چیزی پرسیدند، در پاسخ بگوید که محرم های ما در آن سوی مرز انتظار ما را می کشند. در مرز اسلام قلعه که میرسیم میپیوندیم به جمعیت عظیمی از مردم که منتظر خروج از مرز هستند. گفته می شود که مرز مسدود است و از سوی طالبان به کسی اجازه خروج داده نمی شود، اما علت مسدود کردن مرز به درستی روشن نیست. بسیاری میگویند که مسدود کردن مرز از سوی طالبان واکنشی است در برابر بدرفتاری مرزبانان ایرانی با یک تن از مسافران افغان. گفته می شود که مرزبانان ایرانی هنگام ورود مسافر افغان به مرز ایران با او معاشرت بد داشته و طالبان در واکنش به آن مرز را مسدود کردند و حتی این امر منجر به تبادل آتش میان دو طرف شده است. رقم جمعیت بلند است و هر دم دارد بلندتر می شود.
مرجع هم برای رجوع وجود ندارد که دلیل مسدود کردن مرز و زمان بازگشایی آن را به مسافران توضیح دهد. فضای مجازی را که بررسی میکنیم، مطلبی از سوی هیچ یک از رسانه‌ها در خصوص مسدود کردن مرز از سوی طالبان نمی‌بینیم. مقامات ایرانی هم سخنی در این خصوص در رسانه‌ها نگفتند. بتوان گفت که از تنش خلق شده در مرز در آن روز شاید مقامات مرکزی هر دو کشور خبر نداشتند. عصر فرا می‌رسد و آفتاب بساط خویش را بر می‌چیند و خبری از بازگشایی مرز شنیده نمی‌شود. راننده عزم را جزم می‌کند تا به شهر هرات برگردد. می‌گوید سیزنی که محرم ندارم در موتر من است و مسئولیت دارم و نمی‌توانم آنان را از طرف شب در مرز نگه دارم و باید به شهر برگردم. به سوی شهر را می‌افتیم. در نیمه های را که می‌رسیم راننده از بازگشایی مرز مطلع می‌شود، دوباره برمی‌گردد و به سوی مرز روانه می‌شود. شام تاریک فرا رسیده و آسمان روکش سیاهی روی خود را کشیده است. شلوغی و بی‌نظمی و هرج و مرج بیداد می‌کند. سالونی که گذرنامه‌ها را طالبان مهر خروج می‌زنند، به غایت شلوغ و مزدحم و پر صدا است. کسی نظم را مراعات نمی‌کند و طالبان هم اراده‌ای برای مهار این بی‌نظمی ندارند. راننده گذرنامه‌ها را به زن کهنسال می‌دهد و او را راهنمایی می‌کند تا بتواند با سادگی به گذرنامه‌ها مهر خروج بزند. راننده را باور بر این است که طالبان مراعات حال زنان را دارند و زودتر کارشان را راه می‌اندازند. در سالن انتظار شلوغی موج می‌زند و هیچ کسی بر رعایت نظم تمکین نمی‌کند. بهتر است بگوییم مرزبانان طالبان مهارت نداشتند تا با کار بست آن بتوانند و بر بی‌نظمی مهار زنند. مردی که موهایش تا پایین‌تر از پشت گردن آویزان است و تفنگ بر دوش و کیبل در کف دارد، بر جمعیت خشم می‌گیرد و بسیاری را کیبل کوب می‌کند. لاتوکوب با کیبل نه تنها که نتیجه نمی‌دهد، بلکه منجر به بی‌نظمی بیشتر می‌شود. مرد دیگری دروازه اتاقی را که در آن بر گذرنامه‌ها مهر خروج زده می‌شود، باز می‌کند و برای متفرق ساختن جمعیت با تفنگ متوسل می‌شود. برخی را با قنداق تفنگ میکوبد، قنداق هم که نظم نمیآفریند. دست به کار خطرناکتری میزند، شاجور خشاب کلاشینکوف را خطا میکند و قید را پایین میزند و اکثر گیت کلاشینکوف را با شدت و سرعت زیاد کش میکند و واپس رها میکند. در سالون تنگ و تاریکی که نفس کشیدن هم پژواک ناخوش می‌آفریند، این بازی سرباز و طالب با تفنگ در دل همه وحشت می‌آفریند و جمعیت را به هر سو متفرق می‌سازد. زنان از شدت وحشت و هراس به گریه می‌افتند و در آغوش یک دیگر پناه می‌برند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.